مسیر دسترسی به شمال یک ساعت و نیم کوتاه شد. صبح امروز قطعه یک آزادراه تهران شمال به طول 32 کیلومتر با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید و زیر بار ترافیک رفت. آقای روحانی ضمن بازدید از این طرح‌های بزرگ که به همت وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مستضعفان اجرا شده است گفت منطقه یک آزادراه تهران شمال نمایش قدرت مهندسان ایرانی است. حفاری بزرگترین تونل جاده کشور به طول 4970 متر، بهره‌گیری از فناوری پرداخت الکترونیکی عوارض، استفاده از روسازی بتونی، مسیر خروج دود در تونل‌ها و سیستم یخزدایی مسیر از جمله موفقیت‌ها و دستاوردهای اجرای طرح است. افتتاح می‌کنیم علی برکت الله. افتتاح منطقه یک آزادراه تهران شمال. طرحی که حدود 60 کیلومتر مسیر تهران شمال را کاهش داد و از 90 کیلومتر به 32 کیلومتر رساند. حالا این مسیر علاوه بر کاهش یک ساعت و نیم در زمان سفر، موجب صرفه‌جویی 10 لیتری بنزین هم خواهد شد. منطقه یک آزادراه تهران شمال که با هزینه 4200 میلیارد تومان احداث شده، در تهران از غرب بزرگراه همت آغاز و در سراحی شهرستانک وارد جاده قدیم کرج چالوس می شود. در این قطعه از آزادراه تهران شمال 25 پل به طول بیش از 3 کیلومتر همراه با طولانی ترین تونل کشور به طول 5 کیلومتر ساخته شده که نشان از توان بالای مهندسان ایرانی دارد. درآمد این قطعه یک و منطقه یک در سال هرچه هست، این درآمد منتقل بشه برای اجرای منطقه دو و هر مقدار کسری هم بود دولت کمک بکنه تا انشالله ما بتونیم تا پایان دولت دوازدهم شاهد رفت و آمد در منطقه دوی این مسیر هم باشیم. اما رئیس جمهور در جمع مدیران و مهندسان طرح از مزیت‌های آن گفت. در سال بیش از 80 میلیون لیتر سوخت و بنزین کمتر مصرف میشه. این بسیار مهمه. وقت مردم، آلودگی، مسئله آلودگی، سلامت مردم. به هر حال این جاده جاده است که مردم سالمتر به مقصد میرسن. سلامت مردم برای ما مهمه. آقای روحانی در ادامه از تکمیل قطعه یک آزادراه تهران شمال به عنوان نمونه ای از غلبه مهندسان ایرانی بر تحریم ها یاد کرد. ما این پروژه رو در دوران تحریم ساختیم و افتخار میکنیم به این که مهندسین ما، کارگران عزیز ما، مدیران ما، همه بخش های مختلف، وزارت راه ما، بنیاد مستضعفان ما، همه اونهایی که دستان در کار بودن، تحریم نتونست بر اراده اونها برای تکمیل این پروژه بسیار مهم تأثیر بگذاره. رئیس جمهور در ادامه گریزی هم به مسئله روز و شیوع ویروس کرونا زد. یه حادثه پیش میاد، به هر حال از یک کشوری یک مصیبتی پیش آمده، یک ویروسی آمده. این ویروس هم الان حدود 40 تا کشور دنیا رو مبتلا کرده، همه جا رو مبتلا میکنه. این به هر حال یه جوریست که همه کشورها میره. یعنی یک مسافر بی دعوت و نامیمون برای خودش سفر میکنه، هر جایی میره. خب باید عبور کنیم از این مشکل. ما که نباید از مشکلات بهراسیم. خدای ناکرده کسی نباید از این حوادث سوء استفاده بکنه. جیب بدوزیم برای روزی که مردم در سختی هستن. اون جیبایی که دوخته میشه برای غم مردم، برای سختی مردم، بسیار خطرناکه و برای زندگی دنیا و آخرتشون جز خسارت هیچی نیست. اما سرنوشت ادامه آزادراه تهران شمال به کجا می انجامد؟ ادامه آزادراه چطور میشه؟ واقعیت اینه که ما انرژیمون در منطقه یک صرف شد، ولی از اونجا هم غافل نبودیم. 31% پیشرفت داره. با دستوری که امروز صادر کردید که ما باند رفت منطقه دو رو در دولت شما به اتمام برسونیم و از اون طرف هم که ما داریم 15 کیلومتر از مرزن آباد به سمت دزدبن رو داریم باند دوم رو میسازیم. این مرد شریف رو به نمایندگی از همه کارگران و زحمتکشان عرصه راهسازی کشور
خواهش میکنم مفصل تشریف کنید. حسن آقای ملکی همچنین در این مراسم از مدیران و دستاندرکاران ساخت آزادراه تهران شمال با احداث لوح تقدیر تجلیل شد. آزادراه تهران شمال به عنوان بخشی از کریدور شمال جنوب کوتاه‌ترین مسیر از دریای خزر به خلیج فارس محسوب میشه که نقش عمده‌ای در ترانزیت منطقه‌ای خواهد داشت.